فقط خبرها. برخورد دستگاه امنیتی با یکی از بزرگترین مؤسسات خیریه غیر دولتی در ایران، بنیانگذار و دو نفر از مدیران جمعیت امام علی بازداشت شدند. نگرانی جهانی از رکورد تازه ابتلا به کرونا، در یک روز بیش از 180 هزار مبتلا شناسایی شد. توافق ایران و افغانستان درباره تامین امنیت مرزها، وزارت خارجه افغانستان میگوید بر سر نحوه تامین امنیت مرزهای دو کشور توافق شده. و یک مسابقه دو منظوره در شهر قایق‌ها و پاروها، قایقرانی در ونیز برای تشکر از کادر درمانی و زنده کردن گردشگری. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران ماموران امنیتی، بنیانگذار و دو نفر از مدیران جمعیت امام علی رو که یک مؤسسه خیریه غیر دولتی است بازداشت کردند. آنها این مؤسسه را هم تعطیل کردند. جمعیت امام علی بیش از 20 سال پیش توسط عده‌ای از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران تأسیس شد و عمدتاً مشغول کمک به کودکان کار و بی بضاعت بوده. اما به گفته رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، مقام‌های امنیتی این نهاد رو متهم کردند که با طرح مسائلی مثل تبعیض و مبارزه با فقر با مراکز به گفته آنها ضد ایرانی همکاری داشتند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. مؤسس جمعیت خیریه امام علی، شارمین میمندی نژاد، که دیروز در تهران بازداشت شد. مؤسسه یکی از مؤثرترین سازمان‌های خیریه غیر دولتی در ایران، مؤسسه‌ای که عمده فعالیتش کمک به کودکان کار و بی بضاعت در گوشه و کنار کشور است. بچه‌های من، زندگی خودتون رو خودتون باید بسازید. جمعیت امام علی یکی از معدود سازمان‌های خیریه غیر دولتی است که مقام‌های ایران فعالیت آن را تحمل می‌کردند تا دیروز. در خبر دستگیری آقای میمندی نژاد که خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران آن را منتشر کردند، آمده که او ادعاهایی طرح کرده مانند مبارزه با تبعیض و همچنین مباحث حقوق بشری و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی، و آمده که او هدفش تحت فشار قرار دادن کشور و ملت ایران بوده. البته توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضد دینی و همکاری با رسانه‌های به قول این خبرگزاری‌ها معاند هم به اتهام‌های او اضافه شده. این بچه‌های دروازه‌قار تهران که زیر چتر جمعیت امام علی هستند. این سازمان در یک سال گذشته زیر فشارهای بیشتری بوده از سوی به قول یکی از مدیران این جمعیت بعضی از نهادهای خاص که ظاهراً از حمایت رئیس قوه قضاییه هم برخوردارند. بعضی از جریانات ضد انقلاب به خواسته دشمنان ما دنبالن یه امری که تو دل مردم زود جای میگیره که مسئله توجه به خیر و خیرات و خیرین و امور خیریه بیان یک مجموعه های برپا کنن، و وقتی اینا ریشه شو بررسی میکنیم میبینه ریشه خیرخواهی نداره، ریشه توجه مردم نداره، یک ریشه بدخواهانه پشتش هست نه خیرخواهانه. همان اتهام هایی که مقام های ایران علیه خیلی ها تقریبا هر روز مطرح میکنند برای کنار زدن، منفعل کردن و خانه نشین کردن آنها. جمعیت امام علی بیش از 20 سال پیش تأسیس شد با فعالیت‌های خیرخواهانه گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف. یکی از برنامه‌های آنها رساندن مواد غذایی به فقرا در نقاط محروم شهرها و کشور است. یکی دیگر از فعالیت‌های این جمعیت سازمان دادن کودکان کار و بی بضاعت در تیم‌های فوتبال و ایجاد لیگ فوتبال، برنامه‌ای که موفق بوده به عنوان برنامه‌ای سازنده و امید دهنده. کسی به شما دشنام و درشت میگوید، مگر میشود نرم از کنارش گذشت. گزارش شده است که دو نفر دیگر از مدیران جمعیت امام علی همراه آقای میمنی نژاد بازداشت شدند، کتایون افرازه و مرتضی کیمنش. بازداشت و پرونده سازی برای کسانی که تمرکزشان بر مشکلات کودکان و نوجوانان است و آماده کردن آنها
برای گذر از موانع زندگی. کسرانجی بی بی سی. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی با ما هست. آقای آگنجی، در گزارش کسرا هم دیدیم عمده فعالیت‌های این سازمان مردم نهاد اصولاً کار با کودکان کار بوده و عملاً مشکلی که در ایران هم به شدت وجود داره، مشکلی که در خیلی از کشورها وجود داره در ایران هم هست. چرا نهادهای امنیتی نمیتونن با این مسئله کنار بیان؟ این مؤسسه نزدیک 4000 کودک کار رو تحت پوشش قرار داده بود و بیش از حتی 4000 تا و فعالیت گسترده داشت و نزد خیرین هم از مقبولیت خاصی برخوردار بود و حتی نزد افکار عمومی. و همین موضوعات باعث میشه نهادهای امنیتی که وابسته به اطلاعات سپاه هستن، نهادهایی که وابسته به جریان تندرو هستن، هر گروهی، حالا چه در بحث کودکان کار، چه تشکلات غیر دولتی، چه مؤسسات خیریه مانند جمعیت امام علی که فعالیت هایی رو دارن و در بین مردم جایگاهی رو کسب میکنن، به خاطر این پایگاه اجتماعی و مقبولیتی که به دست میارن اونها رو حذف میکنن یا سناریو سازی های امنیتی رو برای اونها تشکیل میدن تا بتونن اونها رو تحت شعاع قرار بدن و اونها رو به بهانه های واهی و بهانه های و اتهامات امنیتی حذف کنن. این اولین بار نیست که شاهد هستیم یا مؤسسه خیریه یا یک نهاد غیر دولتی توسط اطلاعات سپاه یا نهادهای وابسته به اون پرونده سازی براش میشه، مانند روزنامه کیهان که استارت این کارو زد و پرونده سازی امنیتی رو تشکیل داد و بعد هم برخوردی رو با اونها انجام میدن. همونطور که گفتیم به نظر میرسه که اعتماد عمومی حداقل در جامعه به این مؤسسه خیریه وجود داشته. آیا فکر میکنید پیشتر هم شاهد اختلاف نظرهایی بین، شما اشاره به اطلاعات سپاه کردید، فکر میکنید اختلاف نظری اینجا بین اطلاعات و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم دوباره وجود داره بر سر این پرونده یا نه؟ ببینید قطعاً در این برخوردها اختلاف نظر بین این دو نهاد امنیتی وجود داره، به دلیل اینکه ما سال 97 هم یک حمله گسترده به اکانت‌های حساب‌های کاربری این اعضای جمعیت امام علی داشتیم و بعد از اون هم یک احضارهایی رو داشتیم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و برخوردی نشد. اون از طرف وزارت اطلاعات بود و حالا نهادهای دیگه. اما در پرونده‌های مثل این که اطلاعات سپاه ورود می‌کنه قطعاً اختلاف نظر هست، به دلیل اینکه اطلاعات سپاه به عنوان یک نهاد موازی با وزارت اطلاعات در حال حاضر فعالیت میکنه و پرونده سازی هایی رو که اطلاعات سپاه تا کنون انجام داده در همه این حوزه ها، نه تنها فقط در بحث جمعیت امام علی، قطعا اون پرونده سازی های امنیتی از روی جناح بندی های سیاسی، از روی غرض ورزی است و این اقداماتی که انجام میده صرفا بابت این هست که هر تشکل، هر گروهی رو که یک مقبولیت اجتماعی داره، یک جایگاهی داره و میتونن فعالیتی رو انجام بدن و قشر کثیری رو به خودشون همراه کنن، مانعی برای خودشون یا خطری میبینن برای خودشون و اونها رو حذف میکنن با سناریو سازی های امنیتی. ممنون از وقت شما سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. وزارت بهداشت ایران از ثبت نزدیک به 2600 مورد جدید ابتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته خبر داده و گفته 119 نفر جانشون را از دست دادن. در روزهای اخیر آمار جان باختگان کرونا در ایران دوباره سه رقمی شده. 4 استان خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های فارس و کرمان در آستانه وضعیت هشدار قرار گرفتند. وزیر علوم ایران اعلام کرده که در سال تحصیلی جدید شرکت در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها به صورت حضوری، مجازی و ترکیبی از این دو خواهد بود. منصور غلامی گفته این طرح با توجه به شرایط هر استان و جمعیت دانشجویی آن اجرا می‌شود. دانشگاه‌های ایران از 15 شهریور ماه آغاز به کار می‌کنند. وزارت بهداشت افغانستان از مرگ 12 نفر بر اثر ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داده. در این مدت 310 مورد جدید هم شناسایی شدند. کابل تا به حال با ثبت بیش از 12000 مورد ابتلا و مرگ دست کم 145 نفر بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در افغانستان است. جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سن 75 سالگی به علت ابتلا به کرونا درگذشت. آقای پژویان همچنین رئیس سابق شورای رقابت بود، نهادی که در دولت محمود احمدی نژاد تأسیس شده بود. او دانش آموخته آمریکا بود.
سازمان بهداشت جهانی در شبانه روز گذشته بیشترین افزایش ابتلا به کرونا را ثبت کرده. 183 هزار مورد در 24 ساعت. حدود 50 هزار نفر از مبتلایان جدید در آمریکا، برزیل و هند هستند. همزمان در کره جنوبی اعلام شده که با وجود کاهش آمار مبتلایان، موج دوم شیوع کرونا شروع شده و در بیشتر کشورهای اروپایی محدودیت‌های اجتماعی که برای جلوگیری از گسترش این ویروس وضع شده بود کمتر شده. فرین آسمی گزارش. ثبت بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان در 24 ساعت گذشته، چیزی بیش از 180 هزار مورد در یک روز. آمریکا با مجموع بیش از 2 میلیون و 200 هزار مورد از نظر موارد ابتلا در صدر جدول است. اما تعداد اماکنی که بازگشایی شدند بیشتر شده. اینجا در ایالت مریلند و آمریکا با آغاز تابستان حالا مردم بیشتر به مراکز تفریحی می روند. در برزیل که تا کنون 50 هزار نفر بر سر ابتلا به کرونا درگذشتند، 100 نفر در اعتراض به سیاست‌های ژایر بولسونارو رئیس جمهوری به خیابان‌ها رفته و اعتراض کردند. معترضان خواستار استیضاح او شدند. رئیس جمهوری راستگرای افراطی برزیل از ابتدای شیوع کرونا در این کشور مخالف قرنطینه و محدودیت بود و میگفت تاثیرات اقتصادی تعطیلی کسب و کارها از کرونا بدتر است. در آرژانتین بیش از 41 هزار نفر بر اثر کرونا جان باختند. دیروز بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. در هند بیش از 400 هزار نفر مبتلا ثبت شدند. مقام‌های شهر کامپور در شمال هند می‌گوید نتیجه آزمایش کرونا 57 کودک دختر که در پرورشگاه زندگی می‌کردند مثبت اعلام شده. مقام‌های بیمارستانی می‌گویند تعداد کشته‌ها بیشتر از آمار رسمی است. من در زندگیم چنین دوره ترسناکی ندیده بودم. تا قبل از این روزانه حدود 5 نفر را از سردخونه برای سوزاندن منتقل می کردم. الان این تعداد شده 25 نفر. وضعیت در دهلی خیلی بده. در چین مقام های پزشکی می گویند طی شبانه روز گذشته 18 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده. 9 مورد آنها در پکن بوده. این آزمایشگاه‌های موقت برای تست در پکن برپا شدند. کسانی که در رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها و مراکز درمانی کار می‌کنند، باید آزمایش بدهند. اینجا در شهر گوتنگن آلمان این ساختمان قرنطینه شده. 700 نفر اینجا زندگی می‌کنند. افرادی که قصد داشتند قرنطینه را بشکنند، با پلیس درگیر شدند. روز پنجشنبه 2 نفر مبتلا به کرونا در این ساختمان شناسایی شده بودند. تا جمعه تعداد مبتلایان به 120 نفر افزایش یافت. پزشکان گفتند هر کسی که نتیجه آزمایش کروناش منفی شود، باید دوباره تست بدهد. اگر نتیجه تست دوم هم منفی شد، آن فرد می‌تواند ساختمان را ترک کند. همزمان در فرانسه حضور دانش آموزان در مدارس اجباری شده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته محدودیت‌ها برداشته می‌شود. کافه‌ها و رستوران‌ها باز می‌شوند و شهروندان اجازه خواهند داشت به دیگر کشورهای اروپایی سفر کنند. در فرانسه حدود 30 هزار نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. اسپانیا هم که در اروپا سومین کشوری بود که بیشترین تعداد قربانیان را داشت، حالا درهایش را به روی گردشگران باز کرده. با این حال فاصله گذاری اجتماعی در اماکن عمومی و زدن ماسک در مغازه‌ها و وسایل نقلیه عمومی اجباری اعلام شده. فرین آسمی، بی بی سی. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری روز. ماموران امنیتی ایران بنیانگذار و 2 نفر از مدیران جمعیت امام علی رو که یکی از بزرگترین مؤسسه‌های خیریه غیر دولتی در این کشور است بازداشت کردند. دفتر این مؤسسه هم پلمب شده. سازمان بهداشت جهانی میگوید در یک روز بیش از 180 هزار مبتلا به کرونا در جهان شناسایی شده. در ادامه این برنامه، آزمایش 65 هزار از کارکنان هتل‌ها در هفته در اتریش برای راحت شدن خیال گردشگران. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت اعزامی این کشور با مقام‌های ایرانی در مورد تأمین امنیت مرزهای دو کشور به توافق رسیدند. منصور خالقیار معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته دو طرف روی سند جامع همکاری‌های دو کشور کار می‌کنند. او به خبرگزاری مهر گفته سند تا به حال امضا نشده، اما آخرین جزئیاتش به زودی اعلام می‌شود. همکارم روین رهنوش از کابل با ما هست. روین، آیا از جزئیات این سند چیزی ما می‌دونیم؟ از جزئیات سند هنوز نمی‌دانیم، ولی منصور خالقیار معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان و رسانه‌های ایران گفته که رویدادهای اخیر که از شهروندان افغانستان قربانی گرفت سبب شده که دو کشور
و گونه جدی برای تلاش و برای تأمین امنیت مرزهای هر دو کشور تلاش بکنند و در این مورد هم توافق کردند. توافق روی این مورد توافق شده که از ترددهای غیر قانونی و قاچاق انسان به خاک ایران هم جلوگیری شود. آقای خالقیار گفته که به خاطر روی این موضوع هم توافق شده که شهروندان افغانستان که قرار است اتفاقهای رویدادهای اخیر پیگیری شود، که مشخص نیست که بالاخره چگونه پیگیری خواهد شد، چون قبلا ما دیدیم که دولت افغانستان گفت اسناد و مدارک به تحویل ایران داده ولی ایران هم همواره رد میکرد. موارد دیگری که توافق شده این هست که گفته شده که جسدهای شهروندان افغانستان و همینطور کسانی که زخمی شدند در قرار است که دوباره به افغانستان از ایران منتقل بکنند و مذاکرات دو کشور روی ادامه روی استخدام کارگران افغانستان در ایران ادامه خواهد یافت و همینطور تثبیت هویت شهروندان افغانستان در ایران هم آغاز خواهد شد. و همینطور که می‌دانیم هیئت افغانستان روز گذشته بر ریاست محمد حنیف ادمر سرپرست وزارت خارجه به ایران رفت و گفته شده که تا فردا در ایران اقامت خواهد داشت. ممنونم ازت روی این رهنوش همکارم از کابل. چند خبر کوتاه. وزارت صنعت و معدن ایران هشدار داده کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از رو به سامانه نیما برنگردانند تعلیق می‌شود. دیروز در پی درخواست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، بانک مرکزی اعلام کرد اسامی تمام صادرکنندگانی را که ارز خود را برنمی‌گردانند در رسانه‌ها منتشر می‌کند. این هشدار همزمان با افزایش قیمت ارز در ایران صورت گرفته. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در آستانه 20,000 تومان است. مدیر مسئول روزنامه شرق در ایران می‌گوید به دلیل مشکلات مالی، البته خبری که می‌بینید مربوط است، تصاویری که می‌بینید مربوط است به خبر قبلی در مورد وزارت صنعت و معدن که خبرش رو براتون خوندم. اما اجازه بدید بریم سراغ خبری که در مورد روزنامه شرق هست. همونطور که پیشتر هم گفتیم، مدیر مسئول روزنامه شرق در ایران میگه به دلیل مشکلات مالی عده‌ای از خبرنگاران و کارمندان این نشریه رو اخراج کرده. دیروز این روزنامه که نزدیک به اصلاح طلبان هست با کاهش 4 صفحه در 12 صفحه منتشر شد. سابقه کار بعضی از این روزنامه‌نگاران به 10 سال میرسه. منتقدان دولت، وزارت ارشاد و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو به عدم حمایت از روزنامه‌نگاران غیر دولتی متهم کردن. احسان مهرابی همکارمون، احسان مهرابی در واقع روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران با ما هست از برلین. آقای مهرابی، شما کسانی که اخراج شدن روزنامه‌نگاران با سابقه هستن، خیلی از اونها رو شاید شما هم بشناسید. کمی بهمون بگید که چه شد که روزنامه شرق مجبور شد در نهایت که اونها رو اخراج بکنه. موضوع اخراج روزنامه‌نگاران از دهه 80، یعنی از زمانی که توقیف فله‌ای روزنامه‌ها رخ داد و نسل بعدی روزنامه‌ها کار خودشون رو از سر گرفتن، عملاً سابقه داشته و در زمانی تعدادی از روزنامه‌نگاران روزنامه‌های مختلف اخراج شدن، حتی سابقه داشته که کل یک تیم روزنامه اخراج شدن و یک گروه دیگری اون روزنامه رو منتشر کردن و عملاً به نوعی میشه گفت در حدود 20 سال گذشته در حدود 19 سال گذشته یک رویه معمولی بوده که خیلی هم اقدام جدی در مقابلش انجام نشده. بحث اخراج روزنامه‌نگاران دلایل مختلفی داشته، از جمله اینکه به هر حال بخش عمدهش بحث مالی روزنامه ها هست که بعد از اون توقیف فله‌ای روزنامه ها و اینکه به هر حال روزنامه ها دچار خودسانسوری شدن، شاید اون اقبال عمومی از روزنامه ها بازگشت و دیگه اون فروش روزنامه ها مانند سابق نبود. بعضی بحث های دیگه هم در این موضوع دخیل بود، از جمله اینکه مدیران نسل بعدی روزنامه ها چندان با شرایط کاری روزنامه ها آشنا نبودن و به هر حال یا دنبال به هر حال یک نوع تجارتی بودن که از روزنامه تصور دیگری داشتن. در مقابل این اخراج ها هم معمولا نهاد صنفی جدی نبوده یا همبستگی خیلی جدی در بین روزنامه نگاران وجود نداشته که
بتونن به نوعی همکاران خودشون را حمایت بکنن و عملا این رویه معمول شده. در دوره های جدید هم به هر حال وجود اینکه روزنامه ها بخش عمده ای از منابع مالیشون به آگهی متکی بوده تا فروش هم بر این موضوع تاثیر داشته. برخی از شما بذات حرفتون رو قطع میکنم، به مسائل مالی اشاره کردید. اصولا روزنامه های اون چه که روی کاغذ منتشر میشه در همه دنیا مشکلاتی ایجاد شده براشون، یعنی عملا خریدار چندانی دیگه ندارند به دلیل اینکه اینترنت و فضای مجازی که اخبار درش دست به دست میشه. روزنامه شرق در مقاطع تلاش کرد که بیاد روی اینترنت و عملا افراد رو ازشون بخواد که پولی پرداخت بکنن بابت اشتراک، اون ظاهرا جوابی نداده. این روزنامه یا دیگر روزنامه هایی که به هر حال طرحهایی را حتی شاید میشه گفت از 10-15 سال گذشته داشتن مبنی بر اینکه سایت هاشون را فعال بکنن یا بخش سایت روزنامه ها به نوعی مانند خبرگزاری ها حرکت بکنن، عمل نتونسته جواب بده که قاعدتا بخشش ممکنه به دلیل فضای مجازی باشه و بخشی هم که اینکه اون محدودیت هایی که خود روزنامه ها دارن و کمتر میتونن از فضای مجازی اون آزادی رو داشته باشن که اطلاع رسانی بکنن و همینطوری که به هر حال به نوعی مطالب روزنامه ها در قالب همون روند گذشته بوده و اتفاق جدید یا نوآوری جدیدی رخ نداده و یا اینکه به هر حال اصل اینکه خیلی هم در خود مردم هم شاید تمایلی نبوده برای اینکه بخوان پول خرج بکنن که مطالب روزنامه ها را مطالعه بکنن. Thank you very much. ممنونم از شما آقای مهرابی، احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین. یکی از صنایعی که از شیوع کرونا آسیب زیادی دیده صنعت گردشگریه. با شروع همه‌گیری پروازها لغو شدن و تقریبا همه مجبور شدن فکر مسافرت رو از سرشون بیرون کنن. اما حالا بعد از بازگشایی کسب و کارها، مراکز گردشگری چشم به راه مسافرانند. در ونیز مقام‌های محلی رویدادی ترتیب دادن تا بتونن گردشگرا رو دوباره به این شهر بکشونن. تیم آلمند گزارش میده. اگر از اوضاع خبر نداشته باشید با دیدن این تصاویر میگویید زندگی اینجا به حالت عادی بازگشته. کانال ها و آبراه ها مملو از رفت آمدند. قایق های کوچک و بزرگ در آن جولان میدهند. این اولین مسابقه قایقرانی رسمی از زمان پایان قرنطینه است. ونیز به طرف عادی شدن میرود. تصمیم گرفتیم اسمش رو مسابقه تولد دوباره بذاریم. میخواستیم این فرصتی باشه تا ونیز که روی آب ساخته شده دوباره به نماد اصلی خودش که قایق و پارو باشه برگرده. اما خسارات چند ماه گذشته را نمیشود نادیده گرفت. ایتالیا از کشورهایی است که از کرونا آسیب زیادی دیده. بیش از 34,000 نفر مردند. هدف دیگر مسابقه ادای احترام به کادر درمانی است که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. هدف مسابقه این بود که بگیم شهرمون زنده است و ما غم زده نیستیم. به جای تشکر کلامی بهتر با دستای تاول زدمون از پزشکا تشکر کنیم. البته باید از اونها تقدیر مالی هم کرد. ببینید همه هنگام پارو زدن ایستادند. این سبک پارو زدن ونیزی هاست. این انگیزه دهنده است. آنها امیدوارند به زودی ببینند که شهر هم روی پای خودش ایستاده. تیم اولمن، BBC نیوز. هزاران نفر از کارمندان هتل ها در اتریش قرار در تابستان آزمایش کرونا بدن برای اینکه به گردشگران اطمینان بدن که کشورشون ایمنه. قرار هر هفته 65,000 کارگر هتل رو آزمایش کنند. آزمایش ها از 4 روز دیگه شروع میشه. در دره دانوب نزدیک وین همین حالا این طرح به طور آزمایشی اجرا میشه. بتنی بیل گزارش میده. این هتل خانوادگی در دره واها در شمال شرقی اتریش حدود 1 ماه است که بازگشایی شده، اما مشتری زیادی ندارد. یک سال پیش مالکانش بیش از 2 میلیون یورو صرف نوسازی آن کردند.
امیدوار بودند که مشتریهایشان بیشتر شود، اما در عوض گرفتار کرونا شدند. تعطیلی اینجا برامون سخت بود، چون پول زیادی خرج نوسازی هتل و رستورانش کردیم. امیدواریم که در آینده اوضاع بهتر بشه. حالا هتل در طرحی آزمایشی شرکت کرده که هدفش اطمینان دادن به گردشگران است، مخصوصا آنهایی که از آلمان می آیند. هر هفته کارمندانش آزمایش کرونا می دهند. آزمایش ها توسط صلیب سرخ انجام می شود و دولت هزینه‌اش را می پردازد. می گویند این به ایمنی همه کمک می کند، هم کارمندان هم مسافران. دولت امیدوار است از 4 روز دیگر بتواند هر هفته 65 هزار کارگر هتل را آزمایش کند. ما این رو به بخش گردشگری پیشنهاد کردیم، چون فکر می‌کنیم برای اقتصاد اتریش و برای کل کشور مهمه. باید بتونیم در این سال خاص تا جایی که ممکنه گردشگران بیشتری رو پذیرا باشیم. هتل‌هایی که در این طرح شرکت می‌کنند یک گواهینامه ویژه دریافت می‌کنند که می‌توانند از آن در وبسایت خود و برای تبلیغات استفاده کنند. هیچ کس دلش نمیخواد به تعطیلات بره و نگران باشه. اتریش امیدواره که بتونه با این آزمایش‌ها گردشگران رو تشویق کنه که برگردن و اینطوری بخشی از تابستون رو استفاده کنن. Bethany Bell, BBC News, Weissenkirchen in Austria. چند خبر کوتاه رو با هم بشنویم. به گفته منابع امنیتی، خیری سعدالله متهم حمله با چاقو در شهر ریدینگ انگلستان که سال گذشته توجه MI5 سازمان امنیت داخلی بریتانیا رو جلب کرده بود، نام او که اهل لیبی است، پس از احتمال سفرش به خارج در MI5 مطرح شد. در تحقیقات اولیه او رو تهدید واقعی و خطر فوری امنیتی تشخیص ندادند و پرونده‌ای براش تشکیل نشد. پلیس بریتانیا حمله در ریدینگ رو تروریستی اعلام کرده. در این حمله دست کم 3 نفر کشته شدند و 3 نفر هم زخمی. دادگاه 4 متهم سرنگونی هواپیمای مالزی قرار در هلند اثر گرفته بشه. 6 سال پیش هواپیمای بوئینگ 707 شرکت هواپیمایی مالزی در پرواز MH17 یا MH17 در آسمان اوکراین ساقط شد. 3 شهروند روس و 1 شهروند اوکراینی متهم شدند که با انتقال موشکی به مناطق شرق اوکراین در ساقط کردن این هواپیما و کشتن همه 298 مسافر و خدمه اون نقش داشتند. فرانسه 10 کودک شبه نظامیان داعش رو که در اردوگاه‌های شمال شرقی سوریه بودن بازگردانده. کودکان استرداد شده یتیم توصیف شدند. 100 تا شهروند فرانسه به گروه داعش در سوریه پیوستند. تا به حال فرانسه در مجموع 28 کودک این پیکارجویان رو برگردونده. گروه‌های مدافع حقوق بشر از کشورهای جهان خواستند هزاران کودکی را که در اردوگاه‌های سوریه گرفتارند برگردانند. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری و با پوزش از همه اتفاقاتی که افتاد درش. تا چند دقیقه دیگه با خلاصه خبر باشم.